به کمک استقرار ریاضی حکم زیرا ثابت کنیم. یک به توان 3 به علاوه 2 به توان 3 به علاوه 3 به توان 3 تا n به توان 3 مساوی است با n در n به علاوه 1 دوم کلن به توان 2. دوباره این رابطه را باید حفظ کنیم. یه جمع‌بندی بکنیم. یه بار بدون توانش رو گفتم که میشه n در n به علاوه 1 دوم. یه بار تو مثال قبلی توان 2 شو برات ثابت کردم که شد n در n به علاوه 1 در 2n به علاوه 1 ششم. حالا هم توان 3 هاشون میگه مجموعه مکعب، یعنی توان 3، مجموع مکعبات n عدد طبیعی متوالی با شروع از 1 همیشه برابر با n در n به علاوه 1 دوم کلن به توان 2. رابطه رو حفظ کنیم، تو مسئله تستی به درتون میخوره. و اما بریم برای استقرار ریاضی چجوری ثابت کنیم. گام اول دیگه مطمئنم بلدی، P1. P1 یعنی چی؟ جن این 1 بذار، آخرین جمله n 3 دیگه، جنش 1 بذار، اینم جنش 1 بذار. یه عملیات ریاضی ساده، متوجه میشیم سمت چپ و راست هر دو 1 میشن، پس این درسته، پس کات بزرگتر مساوی 1. حالا چیکار میکردین؟ گام بعدی پی کا بود. پی کا سخت نیستش که، کل رابطه رو بنویس، فقط به جای انا کا بذار، همین پی کا به علاوه 1 که حکم من میشه، کل رابطه رو مینویسی، جای انا کا به علاوه 1 میذاری و همین راحتی. فقط این سمت چون ان جمله یک بار تو جمله آخر کا به علاوه 1 گذاشتی، یک بارم به جاش چی بذار؟ کا بذار، کا به توان 3. تاکید میکنم تو اگه این جمله رو ننویسی اشکالی نداره، ولی نوشتنش باعث میشه تو اثبات حکممون سریعتر به نتیجه برسیم. اینم که ساده کنم، کا به علاوه 1 در کا به علاوه 2 دوم به توان 2. این فرض، این حکم اینجا یادداشتش میکنم. تیپ اول استقرار استقراریه که اینجا داریم یاد میگیم، استقرار ریاضی. خب میام چیکارش میکنیم؟ سمت چپ حکم رو مینویسم، حتما این یه تیکر از فرض دارم، حتما این یه تیکر از فرض معادلش داده شده، گفته این با چی برابره؟ کا در کا به علاوه 1 دوم به توان 2. از یه دونه کای به علاوه 1 به توان 2 این و این فاکتور میگیرم، پس میخوام فاکتور بگیرم از یه دونه کای به علاوه 1 به توان 2. یه دونه کا دوم به توان 2 میمونه، اینم یه کای به علاوه 1 میمونه. اینا دیگه عملیات ریاضی ساده است. خب اینا نگاه کنید، میشه کا 2 چهارم. یه مخرج مشترک بگیرم از 4 میشه کا 2 چهارم به علاوه 4 کا به علاوه 4 تقسیم بر 4. این چیه؟ اتحاده. اتحاد اوله که میشه کای به علاوه 2 به توان 2. پایینش هم که میشه 2 به توان 2. کای به علاوه 2 به توان 2، اینم 2 به توان 2. میگم از اینجا بعد دیگه عملیات ریاضی و اتحادها و ساده سازیه. این 2 اینا رو میارم بیرون پرانتز، میشه کای به علاوه 2 دوم کلا به توان 2. حالا یه دونه کای به علاوه 2 دوم دارم به توان 2، یه دونه کای به علاوه 1 به توان 2 دارم. دوباره از یه توان 2 این دوتا فاکتور میگیرم، میشه کای به علاوه 1 ضرب در کای به علاوه 2 دوم کلا به توان 2، کای به علاوه 1 در کای به علاوه 2 دوم کلا به توان 2، که اینم دقیقاً سمت راست تساوی شد. پس من این حکم اومدم چیکار کردم؟ ثابت کردم. اما اینجا نگاه کنیم، توی کتاب درسی یه جمله آورده، گفته مجموع مکعب‌های اعداد متوالی با شروع از 1 برابر است با مربع مجموع اونها. این جمله رو بولد کرده بالای یک از صفحه‌های کتاب درسیتون. می‌خوام ببینم یعنی چی. من همین الان برات ثابت کردم تو همین مثال قبلی که 1 به توان 3 تا n به توان 3 مساوی همچین رابطه‌ایه، n در n به علاوه 1 دوم به توان 2. گفتم یعنی چی؟ یعنی مجموع به خاطر علامت جمع، توان 3 یعنی مکعب‌های n عدد متوالی با شروع از 1. گفته این برابره با اینه، اینو همین الان برای ثابت کردم، گفتم حفظ کن. حالا یه سوالی، اون مثال اولیه که برات ثابت کردم چی بود؟ گفتم ثابت کردیم که 1 به علاوه 2 به علاوه 3 تا n مساوی بود با چی؟ یادت میاد؟ n در n به علاوه 1 دوم، n در n به علاوه 1 دوم. پس من به جای این قرمزه میتونم اینو بنویسم 1 2 3 تا n. خب هیچ اشکالی نداره، اینا توی مثال اول برات ثابت کردم که این با این چیه؟ برابره. حالا با توجه به چیزی که اینجا داره ببینیم جمله درست شد یا نه. مجموع مکعب‌های اعداد طبیعی متوالی با شروع از 1 مساوی است با مربع مجموع اونها، پس این میشه مربع مجموع اعداد متوالی با شروع از 1. اینم اون جمله‌ای که تو کتاب درس اومده بود، خواستم یه توضیح بهتون داده باشم. بریم مثال دیگه حل کنیم. به کمک استقرار ریاضی حکم زیر ثابت کنیم. 1 دوم به علاوه 1 به روی 2 به توان 2 به علاوه 3 تا نقطه به علاوه 1 به روی 2 به توان n مساوی است با 1 منهای 1 به روی 2 به توان n. یک حکم به من داده، دوباره با استقرار ریاضی می‌خوایم ثابتش کنیم. گام اول پی 1 جمله آخر رو نگاه می‌کنیم، به جای n 1 می‌ذاریم میشه 1 به روی 2 به توان 1.
این برم جنش یک میذاریم، میشه یک منها یک بر دو به توان یک. این ور یه دوم، این ورم یه دوم، برقراره. پس کات بزرگتر مساوی یک. گام بعدی پی کا. پی کا یعنی کل عبارت رو بنویس، اناشو تبدیل به کا کن، خیلی راحت. گام بعدی پی کا به علاوه مطمئنم دیگه بلدی، کل عبارت رو مینویسی، جای اینا کا به علاوه یک میذاری. فقط چون سمت چپ ماهیت ان جمله‌ای داره، بهتره که وقتی پی کا به علاوه کو داره مینویسی، یک جمله قبلش رو بنویسی. یعنی یه بار به جای ان کا به علاوه گوزی، یه بارم به جای ان کا بذار و قبلش بنویس. کمکت میکنه. فرض و حکم اینجا یادداشت میکنم. تیپ اول استدلال استقرای ریاضیه. چرا؟ سمت چپ این جمله، سمت راست تک جمله، علامت وسط مساوی. برای اثبات یک راه بیشتر نداشتیم، سمت چپ حکم می نوشتیم. همیشه این قسمت رو از فرض داری. به همه مثالی که دارم حل میکنم یه جوره، سخت نیستش که. اینو همیشه از فرض جایگذاری کن. فرض گفته این مساوی است با یک، منهای یک بری دو با توان کا. بقیهش یه عملیت ریاضیه. من فقط این مثال توانیه، یعنی کار رفته تو توان. سوال بعدی هم که میخوام برات حل کنم فاکتوریلیه. بچه با فاکتوریل و توان تو مخرج مشترکی یه ذره ایراد دارن. میخوام یه راه خوب بهت بگم که این ایراداتت هم برطرف بشه. نگاه کنین، اولین کاری که میکنین سعی کنین که مخرج های اینا یکی بشه. اگه این دو به توان کای به علاوه که یک کار کنین، دو به توان کای به علاوه یک بشه. چیکار کنم؟ صورت مخرج رو در یه دونه دو ضرب کن و همیشه هم علامت منفی رو بده تو صورت. میخوای مخرج مشترک گیری بگیر، یعنی منفی رو بده تو صورت به جاش مثبت بذار. پس من یه دونه دو صورت و مخرج ضرب میکنم، صورت میشه دو، مخرج میشه دو به توان کای به علاوه یک. منفی رو که بدم میشه منفی دو بری دو به توان کای به علاوه. هیچ اشکالی نداره. صورت مخرج رو در یه دونه دو ضرب کردم، منفی هم دادم اینجا. حالا به راحتی میتونی مخرج مشترک بگیری. اینا مخرج مشترک بگیرم، صورتاشون با هم جمع میشه. منفی دو با یک جمع بشه میشه منفی یک، که علامت منفیش بیاد پشت میشه یک منهای یک بر دو با توان کای به علاوه یک، که دقیقا سمت راست حکم من شد، پس حکمم ثابت شد. ببینید چقدر اثبات راحته. استقرای ریاضی رو یاد گرفتیم، تیپ روش سوالا رو یاد بگیریم، به راحتی میتونیم همه رو اثبات کنیم. یه مثال دیگه میخوام فاکتوریلی حل کنم. به کمک استقرای ریاضی حکم زیر را ثابت کنید: صفر بر روی یک فاکتوریل به علاوه یک بر روی دو فاکتوریل به علاوه دو بر روی سه فاکتوریل به علاوه تا n منهای یک بر روی n فاکتوریل مساوی است با یک منهای یک بر روی n فاکتوریل. یک رابطه داده فاکتوریلی. بریم برای اثباتش. گام اول پی یک، جمله آخر رو نگاه می‌کنید، جای n‌اش یک می‌ذاریم، میشه یک منهای یک بر روی یک فاکتوریل. اینم که جای n‌اش کل رابطه یک می‌ذاریم. این بر حاصل صفر میشه، این برم حاصل صفر میشه، این رابطه درسته. پدکات از یک شروع میشه. پی کا یعنی کل رابطه رو بنویس، فقط اناشو تبدیل به کا کن، این فرض منه. حکم من پی کای به علاوه یک، کل رابطه رو بنویس، جای انا کای به علاوه یک بذار. فقط گفتم یک جمله قبلش هم یادداشت کنیم، یعنی یه بار کای به علاوه یک گذاشی، یک بارم کا بذار، جمله قبلش بنویس. خب فرض حکم اینجا یادداشتش میکنم. میخوام اینو ثابت کنم. تیپ اوله. چرا؟ سمت چپ این جمله، سمت راست تک جمله، علامت وسط مساوی. برای اثبات تیپ اول همیشه گفتم از سمت چپ حکم شروع کن، سمت چپ حکمو بنویس. همیشه این یه تیکه رو گفتم از فرض داری، همیشه این یه تیکه از فرض حاصلش هست. یعنی من به جای کلی مینویسم یک منهای یک بر روی کا فاکتوریل. اینم که حاصلش بنویسم به علاوه یک با منهای میشه میشه کا بر روی کا فاکتوریل، کا به علاوه یک فاکتوریل. حالا بچه دقت کنین، سوال قبلی توانی بود. گفتم وقتی میخوای مخرج مشترک بگیری چیکار کن؟ منفی رو بده تو صورت، مخرجا رو یکی کن. اما اینجا چی؟ فاکتوریلیه. اینجا هم همینطور، وقتی میخوای مخرج مشترک بگیری اول مخرجا رو یکی کن، منفی رو بده تو صورت. این به کمک میکنه که دیگه اشتباه نکنیم. ولی یه سوال اینجاست، کا فاکتوریل چیکار کنم کا به علاوه یک فاکتوریل شه؟ شما 4 فاکتوریل چیکار کنی 5 فاکتوریل میشه. 4 فاکتوریل یعنی 4 3 2 1 تو هم ضرب شه. چی کنارش بیاد یه دونه 5 فاکتوریال درست میشه. 5 فاکتوریال یعنی 5 4 3 2 1، یعنی 5 بیاد توی ضرب شه. یعنی اگه 4 فاکتوریال توی 5 ضرب بشه میشه 5 فاکتوریال. 5 فاکتوریال چیکار کنم 6 فاکتوریال شه؟ 5 فاکتوریال اگر یه 6 توی ضرب بشه میشه 6 فاکتوریال. حتما پیشنهاد میکنم بهتون که برین فیلم های مربوط به آنالیز ترکیبی رو ببینین. آنالیز ترکیبی خیلی کمک میکنه بهتون توی حل مسائل جبر و احتمال و حتی تو خیلی از درس های دیگرتون مثل حسابان هم بهتون کمک میکنه. آنالیز ترکیبی مسائلش رو یاد بگیرید. ما توی 11 فیلم کل آنالیز ترکیبی رو بهتون آموزش دادیم، حتما میتونید تو اپلیکیشن نگاه کنید و اونا رو هم یاد بگیرید که توی مثالایی که مثلا اینا فاکتوریال داریم اونجا به طور کامل آموزش داده شده. حالا
اینجا نگاه کنین، من برای اینکه کا فاکتوریل بشه کا به علاوه یک فاکتوریل، یک کا به علاوه یک صورت و مخرج ضرب میکنم، منها رو میدم تو صورت. همین یک کا به علاوه یک صورت و مخرج ضرب کردم، صورت کا به علاوه یک شد، منها هم دادم پشتش، یک کا به علاوه یک تو این ضرب بشه میشه کا به علاوه یک فاکتوریل. حالا مخرج مشتقگیری خیلی راحته، اینا رو مینویسم، این دو تا هم که میاد با هم جمع میشن، منهای کا با این میره، این با این میشه منهای یک، منهاشو میدم پشت، میشه یک منهای یک بروی کای به علاوه یک فاکتوریل، که دقیقا سمت راست حکمم شد، پس حکمم ثابت شد. بریم سراغ مثال آخرمون. به کمک استقرار ریاضی حکم زیر ثابت کنید. یک منهای یک دوم ضرب داره یک منهای یک سوم ضرب داره تا یک منهای یک بروی n به علاوه یک مساویست با یک بروی n به علاوه یک. خب یه رابطه میخوام حل کنیم، فرقش با قبلی ها اینه که علامت وسط ضربه به جای جمع. خب گام اول پی یک، برای پی یک نوشتم، به جمله آخر نگاه میکنی، به جمله آخر جای اینا شکل، جمله آخر این پرانتز است، جو علامت ضرب بیاد این میشه جمله آخر، جای اینش یک میذارم، اینم جای اینش یک میذارم، حاصل اون برای حساب میکنم، حاصل این برای حساب میکنم، هر دو میشه یک دوم، درسته؟ پس کات بزرگتر مساوی یک شد. حالا پی کا یعنی کل عبارتی که میبینی رو بنویس، فقط اناشو تبدیل به کا کن. پی کای به علاوه کل عبارتی که میبینی و بنویس، اناشو تبدیل به کای به علاوه یک کن. چون سمت چپ ماهیت این جمله داره، گفتم بهتره وقتی کای به علاوه یک نوشتی یک بارم کا بذاری تو جمله آخر، جمله قبلش هم بنویسی. فرض حکم یادداشت میکنم، استقرار ریاضی تیپ اول، تیپ اول کدوم بود؟ سمت چپ این جمله، سمت راست تک جمله، علامت وسط مساوی. بارها تو همه سوالات تکرار کردم که ملکه ذهنت بشه. حالا برای اثبات چیکار می‌کنی؟ سمت چپ حکم رو می‌نویسی، همیشه یه تیکر از فرض داری، نگاش کن، از فرض دارم، به جای یه تیکه چی می‌نویسم؟ یک بروی کای به علاوه یک. اینم یه ساده سازی بکنم میشه یک بروی کای به علاوه دو. یه مخرج مشترک می‌گیرم اینجا رو ساده سازیش میکنم، مخرج مشترک گرفتم ساده کردم، شد کای به علاوه یک بروی کای به علاوه دو، اینم یک بروی کای به علاوه یک. مطمئنم دیگه میدونی اینا رو با هم دیگه ساده میکنم، میشه یک بروی کای به علاوه دو. یک بروی کای به علاوه دو دقیقا عبارت سمت راست حکممه، من از سمت چپ حکم شروع کردم، ثابت کردم با سمت راست برابره، پس حکمم ثابت شد. در انتها میخوام اون رابطه های مهمی که گفتم باید حفظ کنی یه بار با هم دیگه ببینیم. گفتم این رابطه رو حفظش کنید، مجموع n عدد طبیعی متوالی با شروع از یک میشه n در n به علاوه یک دوم، مجموع تواندوهاشون گفتیم که میشه n در n به علاوه یک در 2n به علاوه یک ششم، بازم تاکید میکنم به شرطی که از یک شروع شن، مجموع مکعباتشون گفتیم میشه n در n به علاوه یک دوم به توان دو. یه دونه رابطه هم ثابت نکردم تو کتاب درسی است، اثباتش دیگه مثل همینا که گفتم، مجموع n عدد فرد متوالی، این عدد طبیعی فرد متوالی با شروع از یک همیشه میشه n2. یعنی مثلا دارم میگم 5 عدد فرد متوالی با شروع از یک و اگه جمع کنیم میشه 5 به توان 2، 10 تا عدد فرد متوالی به شرطی که از یک شروع بشن جمعشون میشه 100، یعنی 10 به توان 2. این نکته هم بهتره که تو ذهنتون بسپارید.